اسطوره‌های بسیاری در طول تاریخ پدید آمده و بعد از مدتی از ذهن‌ها پاک شدند. اما در این بین، جنگجویان از جمله مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌ها بر زندگی مردم در طول دوره‌های مختلف بودند که با اقدامات خود مسیر تاریخ را عوض کرده و به همین دلیل نام خود را تا ابد در تاریخ و در ذهن مردم ثبت نمودند. شناخت هر یک از این اسطوره‌های تاریخی در دنیا میتواند زمینه ساز شناخت فرهنگ و اصالت یک ملت باشد. سلام رفقا، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم مثل همیشه با یه ویدیوی جذاب دیگه اومدیم که بزرگترین جنگجویان تاریخ رو بررسی بکنیم. اینجا کانال حقایق تاریخیه و اگه به این دست از ویدیو علاقه دارید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدیمون مطلع بشید. شاه ریچارد به مدت 10 سال پادشاه انگلستان بود و به عنوان یکی از بزرگترین جنگجویان زمان خود به حساب می‌آمد. وی علاوه بر انگلیس بر شهرهای نورماندی، آنجو، قبرس، برتاین، گاسکونی، آکیتین و نانت نیز حکومت می‌کرد. به خاطر شجاعت و استراتژی‌های جنگی استثنایی وی به او لقب ریچارد شیردل داده بودند. ریچارد زمانی که فقط 16 سال داشت مسئولیت ارتش انگلیس رو بر عهده گرفت و رهبر اصلی جنگ علیه صلاح الدین ایوبی شد. با این حال وی هنگامی که دریافت نمیتواند سرزمین اورشلیم یا بیت المقدس را تصرف و امنیت اون را تامین کند، با صلاح الدین پیمان صلح امضا کرد و به فرانسه بازگشت. این جنگجوی سامورایی که در سال 1584 متولد شد، بدون شک یکی از بزرگترین جنگجویان است که تاکنون روی زمین قدم گذاشته است. موساشی در طول زندگیش بیش از 60 نبرد و 2 نفره را تجربه کرد که در هیچ کدام از آنها شکست نخورد. همه این مبارزات علیه مبارزان قدرتمند انجام می‌شد، اما شاید اولین مبارزه او همان چیزی باشد که او را به بیشترین شهرت رساند. در این جنگ او فقط 20 سال سن داشت و حریف او نه تنها یک فرد بالغ بود، بلکه در حالی که موساشی از چوب استفاده می‌کرد، او با شمشیر تیز می‌جنگید. همچنین موساشی بنیانگذار سبک شمشیرزنی نیتن ریو است که در آن فرد با 2 شمشیر به طور همزمان مبارزه می‌کند. در غرب و اروپا، صلاح الدین ایوبی به عنوان شرورترین مرد در جنگ‌های صلیبی شناخته می‌شود. اما وی در اذهان مردم خاورمیانه یک قهرمان جنگی است که توانست اروپایی‌ها را خرد کند و قدرت قدس را به مسلمانان بازگرداند. صلاح الدین در سال 1138 در بین النهرین متولد شد و سلسله ایوبی را تأسیس کرد. وی در سال 1175 به عنوان اولین حاکم مصر و سوریه به تخت نشست. صلاح الدین تحت نظر عموی خود اسدالدین شیرکوه آموزش دید و توانست در اوایل دوران نظامیش نیروهای عربی را متحد کند. وی رهبری تمام جنگ‌های مهم را شخصا خودش انجام می‌داد. او در سال 1193 پیش از مرگش بخش اعظم ثروتش را به فقرا بخشید. آتیلا حاکمی بود که قبایل هون را در دوران حکومتش از سال 434 تا سال 453 متحد کرد. به بیرحمی، خونریزی و ترس انداختن بر قلب دشمنانش در اروپا به شهرت رسیده بود و ادعا می‌شد که شمشیر آتن الهه جنگ یونان باستان را دارد. آتیلا و ارتش او به اکثر شهرهای مهم اروپا حمله کردند و کل دهکده‌هایی که از آنها گذشتند را کشتند. نقش آتیلا در تخریب امپراتوری روم بسیار مهم و مؤثر بود. در زمان فرمانرواییش آتیلا یکی از مخوف‌ترین دشمنان امپراتوری‌های روم غربی و شرقی بود. اسپارتاکوس متولد سال 109 قبل از میلاد، جنگجویی است که علیه امپراتوری روم قیام کرد. زمانی که روم در حال جنگ با آلمانی ها بود، وی تصمیم گرفت ارتش را ترک کند، ولی چون مقامات از تصمیمش ناراضی بودند، او را اسیر کرده و به بردگی فروختند. وی به دلیل قدرت بدنی خوب و توانایی جنگی بالایش به عنوان گلادیاتور فروخته شد. اسپارتاکوس و یارانش یک گروه نظامی از بردگان را بنا نهادند که این گروه کوچک به ارتشی 90,000 نفره تبدیل شد. او نه تنها به دلیل داشتن قدرت و توانایی جنگی، بلکه به دلیل شجاعت و مهربانی به یکی از بزرگترین جنگجویان زمان خودش تبدیل شد. وی در سال 71 پیش از میلاد در میدان جنگ کشته شد. هانیبال از جمله بزرگترین دشمنان روم در طول تاریخ به شمار می‌رود. وی در دومین جنگ یونیک‌ها هدایت کارتاژ‌ها را بر عهده داشت.
هانیبال در پی یک اقدام تاریخی با 37 فیل جنگی و 46,000 سرباز از کوههای آلپ عبور کرد و خودش رو به روم رساند. هانیبال بارکا بعد از ورود به قلمروی رومی ها پیش از یک دهه اونها را آزار داد. صدها شهر رو نابود کرد و پیروزی های بسیاری به دست آورد. او را به عنوان یکی از بزرگترین متخصصین تدابیر جنگی در طول تاریخ می شناسند. هانیبال بارکا سرانجام توسط اسپیو و در نبرد زاما شکست خورد و در سال 201 پیش از میلاد مجبور شد تا پیمان صلح را با روم امضا کند. همونطور که میدونید چنگیز خان پایه‌گذار امپراتوری مغول، بزرگترین امپراتوری به هم پیوسته در جهان بود. امپراتوری مغول بخش وسیعی از آسیای مرکزی را اشغال کرد. او این کار را از طریق متحد کردن قبایل چادرنشین و پیمان بستن در شمال شرقی آسیا انجام داد. به تدریج بیشتر چین را به تصرف خودش درآورد و در آسیا پیشروی کرد. امپراتوری مغول تا جایی پیش رفت که بیشتر منطقه اوراسیا و بخش‌های قابل توجهی از اروپای شرقی، آسیای مرکزی و خاورمیانه را تحت سلطه خودش درآورد. او این پیشرفت‌ها را مدیون هوش بالا و تاکتیک‌های نظامی فوق‌العاده‌اش بود. جولیوس سزار یکی از بزرگترین ژنرال‌ها در تاریخ روم بود است. وی پیروزی‌های زیادی در نبرد با آلمان، فرانسه و انگلیس به دست آورد. جولیوس در ابتدا به عنوان یک افسر قضایی و بعد از مدتی به سمت دادستانی رسید. قدرت و نفوذ جولیوس به حدی در روم زیاد شد که مجلس سنا با اقدامات وی مخالفت کرد و به او دستور داد تا نیروهایش را منحل کند. اما وی تسلیم نشد و سرانجام در سال 44 پیش از میلاد به عنوان فرمانروای روم قدرت یافت. سپس جولیوس سزار کنترل کامل جمهوری روم و ارتش‌های وابسته به اون رو به دست گرفت. او در جنگ‌های داخلی دشمنش رو شکست داد و در جنگ‌های خارجی نیز بر علیه چندین متحد پیروز شد. و اما در نهایت او توسط پروتوس که یکی از نزدیکانش بود به قتل رسید. کوروش بزرگ که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ رو بنا نهاد، بنیانگذار سلسله هخامنشی در امپراتوری‌های ماد، لیدی و بابل بود. امپراتوری او در سه قاره گسترده شده بود. برخلاف بسیاری از رهبران نظامی تاریخ، به خاطر زیرساخت‌های سیاسی که ایجاد کرد، امپراتوری او تا دو قرن پس از مرگش نیز استوار ماند. اسکندر کبیر بزرگترین جنگجو در تمام دوران تاریخ است. وی پادشاه مقدونیه بین سالهای 336 تا 323 قبل از میلاد بود. امپراتوری وی از یونان تا هند گسترش یافت و ایران، سوریه، بالکان، مصر و بسیاری مناطق دیگر را فتح کرد. او بخش اعظم سالهای آغازین زندگی خود را تحت سرپرستی ارسطو گذراند. اسکندر کبیر تقریبا در هر نبرد در خط مقدم می‌جنگید. سرانجام اسکندر که قصد داشت به عربستان حمله کند، به شدت بیمار شد و در سال 323 قبل از میلاد درگذشت. رفقا به آخر این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خیلی خیلی ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک این ویدیو و سابسکرایب کانالیاتون نره. تا ویدیوی بعدی، یا علی، خدا نگهدار.